من آقای شریعتی عزیز تقریبا همه یک شنبه یا پیام میدم به ایشون یا تلفنی که نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو عزیزان فراموش نکنن. دیروز من یادآوری کردم. خدا خیرتون بده. خدا خیرتون. یکی از رفقا من بهش پیام دادم گفت من برای 500 نفر فرستادم. همیشه ما واسطه خیر باشیم. در تمام میلیون نفری که میخوانن شما شریکید که به اونها این یادآوری رو میکنید. من کم میشه روی یک موضوعی مثلا در طول سال بهش اشاره کنیم غیر از صلوات، مثلا چیزهای مهم کمه. این نماز رو چون علمای سلوک و عرفان و اخلاق شاگردی رو که میپذیرفتن برای اینکه تمیز بشه، پاک بشه، توبش قبول بشه، این نماز رو سفارش میکردن که بخونن. یک هفته هم بخونید کافیه. یک شنبه ماه ذی‌قعده غسل یک شنبه رو انجام میدید، وضوع هم میگیرید، دو تا دو رکعت، در هر رکعت یک حمد و سه قل هو الله. تو مفاتیح اولین عمل ماه ذی‌قعده است. بعد از سه تا قل هو الله هم نوشته معوذتین، سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، دو تا سوره آخر قرآن. از رو هم بخونید طوری نیست. خب همش چرا 10 دقیقه وقت نبره. بعد از سلام نماز 70 تا استغفرالله و یک دعای یک خطی داره خیلی کوتاه و مختصر، به بچه ها، دخترا، پسرا، دامادا، عروس همه سفارش کن. ولی واقعا عزیزان من خاصیت هایی که پیغمبر خدا برای نماز تک تکش خیلی مهمه. توبه انسان قبول میشه، گناه های آدم آمرزیده میشه. تمام ماها گرفتار حق الناسیم، غیر معصوم کامل. کسی بگه من حق الناس ندارم دروغ محضه. خلاصه انسان خطاهایی کرده در حق دیگران. میفرماد خدا طلبکارها خصماش رو روز قیامت با خواندن این نماز راضی میکنه. خاصیت دیگه در آخر الزمان ما روایت داریم ریزش ها خیلی زیاده. کسی با ایمان از دنیا بره ملائکه تعجب میکنن. این نماز ضمانت میکنه، تضمین میکنه انسان با ایمان از دنیا بره. در عالم برزخ قبرش جایگاهش نورانی و وسیع خواهد بود. ما همه از ضعف رزق و روزی و دلار قصه میخوریم. این نماز وسعت رزق میاره. خاصیت دیگه این نماز فرمود خدا آمرزش رو شامل حال خودش، فرزندانش، والدینش میکنه. و خاصیت دیگه این که در موقع رفتن از این عالم سالم با راحتی از دنیا میره.